خب سلام بچه ها به جلسه دوم از آموزش رایگان دوره یوتیوب هارد سرفه چقدر طولانی من با روی این اسم با کار بکنم واقعا خوش اومدین خوش اومدین آخرش که یک سانه بچه ها امروز فقط آموزش دنبال کنید دیگه من تازه خوابی داشتم پاچه میگیرم خب یه چیزی هست من فایل سیو نکردم فایل زیبراش رو و پرید و نمیدونم اون یکی آبجکتم که این تیغ تیغیا بود کجا رفت برای همین دوباره سری نرمال میکنم دیگه به شما هم گفتم چی ترایش کردم نشون دادم کنم توی قسمت اول هست البته هنو آپلود نکردم ولی به زودی زود میکنم واقعا خیلی بده یه چیز رو تراحی بکنی بد نباشه من خیلی بدم میاد که دوباره الان من اینا رو جاگذاری کنم دوباره بخوام چیز بکنم عذاب دی عذاب الهیه واقعا چی دارم اینا رو هم وصل میکنم کار خاصی دارم نمیکنم استرس نگیرین پنی اتک نکنین اوکی دیگه آ به نظر اوکی با تمام شیف m بزنیم اگر نرمالی برعکس شده فیکس بشه اوکی ببینم چهجوری میشه بدک نمیشه ولی مشکل دارم باهاش ام... نه واقعا دوستش ندارم بزه ما اینجا رو میدونه دونه بکنیم اینجا رو میب... ببری بدیم بسه ببینیم چی میشه قبلی آدم چیجوری تراش کردم قبریک ترای قبل این بهتر بود فکر کنم. به اون موقع اون به ذهنم اومد. الان این به ذهنم اومده. هی بدک نیست، بدکی نیست. تاثیرش چیه روی این آبجکتمون. خیلی تیزه فکر می کنم بذار من رفرنسم رو بیارم. خیلی تیزه خیلی تیزه اینجا با بزرگتر آها آه آکی، اوکی اوکی گرفتم 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 اینجا رو کنترل زد میزنم از بول بیام بیرون از محلی که بول کردم و اینجا رو من میخوام یه بول خیلی بزرگ بدم این رو دوباره وارد زیبی راش عزیز میکنم عزیزتر از جان زیر روشنام چیکار کنم من واقعا های پلی ساختن تو بلنده خیلی سیستم قوی میخواد از سیستم من خیلی نمیکشه آره الان این حالتش رو دیوس دارم دیوس آره الان من راضیم یه سیو ریز بگیریم و یه سیو مامانی بگیریم اوکی خب این از بریم قطه دومه رو بسازیم یعنی این پایین میگم سیو نگرفتم پرید بیستهفت خب الان ما اینجا رو برای توپولوژیش رو درست کنیم خب این رو برای مشکل اینم که دیگه همه میدونیم میگم مقدماتی نیست کارمون خب رو همین کار کنیم بعد چی میگن اکسرود میکنیم این به این وزشه این بیاد این چهار تا اینجا یه دونه تشکیل بدن این به اینجوریش ک okay. این از این این با این الان بریم یه فیکسی بکنیم توپولوژی رو اینجاش من حذف میکنم میخوام دوباره توپولوژی اوکی کنم اوکی okay. و اینو این جی یه بار میام بیرون ببینم اون چیزی که میخوام اعمال شده یا نه این مقدار بیاد بالت آ همه انتخاب میکنم ام بای دیستنس رو میزنم یه مقدار بیاد بالاتر این مقدار بیاد این ورتر پایین تر دارم ور... رفرنس رو نگاه میکنم دیگه جاگذاری ورتکس ها انجام بدم میگم چون یه حالت کروی داره من میتونستم این رو با مودیفایر کرو انجام بدم ولی خب خیلی نمیخوام شلوغش کنم بگم واو چقدر سخت مراحل زیاد نه ما سریع ما مودلینگ ساده در بیاریم کار دیگه اینم از این آره اوکیه بعد همه انتخاب بکنم کنترل تی میزنم میبینیم که الان همشون شون توپولوژی یکسانی دارم میبینین یکسانه تقریبا و اوکی اینو اکسترود میکنم به این سمت همه انتخاب میکنم شیف ام میزنم میبینین که نرمالش برعکس بود و فیکس شد یه وارد زیبراش میکنم اوکی اینم از این بدک نیست بدک نیست بدک نیست بدک نیست من دوستش دارم من دوستش دارم من دوستش دارم اتفاقا اینجاشم شم این تیزیه که اینجا هست این تیزیه رو ما داریم پس این اوکیه اوکی من دوستش دارم دوستش دارم این پولی پینتاش هم روشن میکنم که همشون یک مکب مت... یکسانی رنگ یکسانی به بگیرن یه سیو میگیرم دوباره مثل جلسه قبل کار اون دست نره خب الان میخوام برم این بخشای رویش رو بسازم اوکی بخشای روی از همین بخش های روی من باید از همین کمک بگیرم یعنی اینا رو انتخاب کنم اینجا تا این قسمت اوکی شیفتی میزنم کپی بگیرم پی میزنم جداش کنم و بریم که روی این کار بکنیم بچه این دو طرف اینی یه طرفش روی این قسمت تیغه است و یه طرفش پشتشه اوکی این اگه تیغ باشه به تیغه رو بیارم خب این اگه تیغمون باشه این باید مثلا روش باشه دیگه ولی کلوفتیش کلفتی زیادی داره یعنی کلوفت قشنگ قشنگ کلوفته یعنی این کلوفته فکر می کنم همین اوکی باشه من همینقدر رو شو دیوست دارم و با بعد بریم که سری این رو با هم در بیاریم آ این تا اینجاه رو این بیلبلکی نیست رو این دایره یه نیست پس من این دایره رو حذف می و اون قسمت توپولوژیش رو دوباره میسازم اینا باید بمونه این بیل فقط بره اوکی؟ فقط این که نه تا اینجا هستش یعنی اینا هم باید بمونن آه الان خوبه الان خوبه الان خوبه بعدش این بیل اینجا یک اکسترود دیگه میاد و اینجا اینجوری گرد میشه میاد پایین اینم هم همینطور تا اینجا گرد میشه میاد پایین ولی یه دونه روتیتی هم اینجا داریم این بخش رو ببینم آره اینم یه دونه روتیت اینجوری داره و اوکی یه سیو بگیریم خب تو سیو جلسه دو رو میگرفتیم نکته که میبونه شما اینجا رو ببینین این قسمت اینجا پس ما نتیجه میگیریم که این اج دومی یعنی اینجاها اینجا چون تبالاجیش کامل و درست نیست سلکت نمیشه باید دستی سلکت بکنیم و اینجا اینجاها بذاریم اول اسکیلش رو بکنم بکنم اینجاها به سمت داخل میبینین به سمت داخل یه اسکیلی داره Alt S میزنم Alt S رو که بزنم میبینیم که میتونم این کار باش انجام بدم فهم می میکنم انقدر براش کافی باشه بعد باید به صلاح توپولوژی اینجا رو من درست بکنم چون ورتکس ها و هم نزدیک هم اون اینجا خراب شده اوکی جاهای دیگر رو چک بکنم فکر میکنم اوکی باشه اینجا فقط فیل بکنم خالیه این دوتا رو باید بیارم جلو همراستا بکنم با این دوتا این از این این هم فکر کنم همینجوریه بله خب اوکی 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 اینجا رو شما اگه ببینید ما یک کرو اینجوری داریم دیگه این کرو رو ما با در بیاریم اینجا من چند تا لکات میدم یه همچین حالتی رو داریم اوکی حالا اینا میتونیم این مقدار اینو بذارم روی باوندینگ باکس یه مقدار اینو ببرم بالاتر خب این از این الان نکته اینه اینا هم باید یه مقدار اینجوری بعدش این دوتا و این در نهایت اوکی خب این از این بعد من اگه کنم بقیه جا اوکی ولی خب یه جاهایی میبینین تیغه بیرون زده و این پلاستیک چیه آهنه این بالتره برای این اینا رو هم من باید فیکس بکنم تایش رو ببینم نه تایش اوکی همین که رو باید داشته باشیم که اینجا نداریم نداریم میتونیم فیکس بکنیم چجوری فیکس بکنیم چون این ست، یه سطح صافه ببین یه سطح صافه ما نیاز نیست دیگه این به اصطلاح اچ های اینجا رو تا ته بیاریم من میتونم یه جای دیگه اینا رو کپ بکنم اوکی مثلا اینجا اینا رو کپ میکنم این میارم پایین میارم اینجا اینم میارم اینجا اینا هم یه دونه ام میزنم بای دیستنس بعد دیگه اجای اینجا رو من پاک میکنم تمام میبینیم از این یه سیو مامانی ریز خوشگل بگیرم خب اینجا ما اون رو داریم میارم بالاتر خیلی بیاد بالاتر اینجا من یه لبکات میندازم این رو میبرم بالاتر خب من اینجا رو یه چک بکنم اوکی این رو میبرم بالاتر مثلا تا اینجا بعد به واسطه اون اینا هم باید بره بالا آه اینجا اشتباهی که کردم اینه که نه اشتباهی نکردم اینجا چیکار کردم اینجا رو که من به اصطلاح کرو دادم این پشت کرو ندادم که این راحتی میتونم انجام بدم این اصلا میام بیرون برای اینکه خیال راحت بشه همین انتخاب میکنم و اون پشت رو دیلیت میکنم اوکی این از این اینجا رو من فیکس بکنم این بیاد مثلا تقریبا بیاد آره الان اوکی اینا باید به واسطی همه بیان رو این خط اینجا بقیه اوکی خیلی نمیپرم حساسیت بخرج بدیم رو نباشیم به قول گفتنیم خب این از این این از این m by distance این از این که خب کاری که الان میکنم اینه این اجای دو رو انتخاب میکنم اینا رو من به اصطلاح کن، میگم کنترل ایکس رو میزنم چیز ای رو میزنم که اکسترود بشه بعد اس میزنم یا آلت اس میزنم خب الان کاری که میکنم اینه اینا رو همه رو من اکسترود میکنم به سمت این ور. حالا این ور روی ورتکس رو انتخاب میکنم اس ای چی بخشید جی وای و تو ورتکس اینجا حالا کاری که میکنم چیه این اجای دو رو انتخاب میکنم کلن این فیس انتخاب میکنم اس رو میزنم وای رو میزنم صفر رو میزنم و همچنین این پشت که قشنگ بر من فلت بشه و حالا این اج پشت رو انتخاب میکنم استپش میکنم به این قسمت پشت این از این و حالا کاری که میکنم اینه اجای پشت رو انتخاب میکنم چقدر پشت و جلو کردم من ولی بله خوبیش ما یه طرف رو بسازیم اون طرف دیگه ساخته شده فقط بله کافی میرور بکنیم Alt ای -E میزنم و الان اون شیپر رو دارم ایجاد میکنم به کی از این بذاریم ببینم 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 یه مقدار حالا اوکی 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 خب الان اینو من ای جی میزنم ای و به ورتکس اینجا مرج و به استاپ استپ میکنم الان اینو وارد زیبراش میکنم اینو وارد زیبراش بکنیم بریم جلسه بعدی خب نرمالش برعکس شیف ام میزنم دوباره وارد زیبراش میکنم میبینه اوکی شد فریز و کریز الان اگه دیو زنم میبینیم که چه شیپ خوبی رو ما تونستیم در بیاریم میبینیم که کار داره در میاد البته ساس میکنم یه مقدار این زیادی کلفته که جلسه بعد این رو رفت میکنیم یه دونه سیف بگیریم بریم تا جلسه بعدی لطفا چنل من رو سابسکرایب کنین بچه ها لکامیدی هایتون نره برای حمایت از من هم یا به قول گفتنی اون هزینه اخلاقیش هم برای حمایت از من هم لطفا اینستاگرام من رو هم فالو بکنین. بریم تا قسمت بعدی.